با درود به همه دوستای خوبم، به کانال فیتنس روزانه در یوتیوب خوش اومدید. اکثر متخصصان تغذیه معتقد هستند رژیم غذایی که پر از مواد مغذی و پروتئین باشه میتونه در کاهش وزن بهتون کمک زیادی کنه و باعث کاهش چربی های انباشته شده به دور کمر شما خواهد شد. یکی از این مواد غذایی تخم مرغه. این ماده غذایی هم به سادگی قابل تهیه است و هم دارای 18 تاثیر قدرتمند و باور نکردنی روی بدن شماست که باعث لاغری و سلامتی کل بدن شما میشه. بریم با هم تا این 18 تاثیر رو مرور کنیم. شماره اول، زردی تخم مرغ حاوی یک ماده مغذی اساسی برای سوخت و ساز بدنه. کلین ماده مغذیه که بیشتر در زردی تخم مرغ یافت میشه. بدن به تنهایی قادر نیست مقدار مناسبی از این ماده رو تولید کنه. بنابراین لازمه برای دریافت سطح مناسب کلین حتما در رژیم غذاییمون از تخم مرغ استفاده کنیم. کلین در بسیاری از عملکردهای بدن از جمله متابولیسم، عملکرد اعصاب و رشد مغز نقش داره. یک تخم مرغ بزرگ با زرده حاوی 145 میلی گرم کلینه که این تقریبا برابر با 1/4 نیاز روزانه شما به این ماده است. تخم مرغ سوخت و ساز بدن شما رو بالا میبره. در یک مطالعه ژنتیکی گزارش شده غذاهایی که حاوی ماده کلین باشن میتونن تاثیر عملکردهای ورزشی رو هم دو برابر کنن. شماره دوم، ویتامین دی موجود در زرده تخم مرغ باعث چربی سوزی ناحیه شکمی میشه. ویتامین دی در بسیاری از غذاها به طور طبیعی یافت نمیشه، اما زرده تخم مرغ منبع غنی از این ویتامینه. بنابراین اگر از زرده استفاده نکنید، یک منبع عالی برای ویتامین دی رو از دست دادین. یک مطالعه نشون داده بین انباشت چربی و اضافه وزن و کمبود ویتامین دی رابطه‌ای وجود داره و در نتیجه میشه با تامین سطح سالم ویتامین دی در رژیم غذایی چربی‌های شکمی رو به طور بالقوه کاهش داد. شماره سوم، رژیم غذایی پر از پروتئین میتونه به شما در کاهش وزن کمک کنه. یک تخم مرغ بزرگ حدود 6 گرم پروتئین با کیفیت بالا داره. پروتئین باعث افزایش سرعت سوخت و ساز بدن میشه. در نتیجه سطح انرژی شما بالا میره و برای طولانی مدت سیر میمونید. همه این عوامل در کنترل وزن موثر هستند. شماره چهارم، چربی های موجود در تخم مرغ ناچیزه و از نوع سالم. یک تخم مرغ حاوی 5 گرم چربیه. این مقدار چربی کمتر از 10% نیاز روزانه فردیه که حدود 2000 کالری مصرف میکنه. بر طبق تحقیقات مجله دیابت ان اندوکرینولوژی، همه چربی ها دشمن ما نیستن. در حقیقت رژیم غذایی مدیترانه‌ای که پر از چربی های سالمه بهترین رژیم برای کاهش وزنه. شماره پنجم، افزایش قدرت مغز و کمک به کل بدن. کلین موجود در تخم مرغ برای رشد مغز به ویژه قبل از تولد و در اوایل کودکی ضروریه. علاوه بر کلین، ماده دیگری به نام لوتئین هم در تخم مرغ یافت میشه که یک تقویت کننده قوی مغزه. این ماده با افزایش عملکرد مغزی در بزرگسالان مسن و عملکرد تحصیلی در کودکان مرتبطه. بر طبق یافته های دانشگاه هاروارد، حفظ وزن سالم به عملکرد مغز شما ارتباط داره. اگر غذاهای فراوری شده و قندی زیادی استفاده می کنید، سلامت مغزی رو به خطر می اندازید و در تولید اضطراب و سایر موارد مربوط به سلامت روان هم نقش داره. شماره ششم، تخم مرغ حاوی مواد مغذیه که به عملکرد بهتر تیروئید کمک می کنه. یود و سلنیوم دو ماده هستند که برای تولید هورمون های تیروئید بسیار مهمن. هر دوی این مواد به طور قابل توجهی در تخم مرغ یافت می شه. تیروئید یک ارگان مهم برای مدیریت وزنه، چون سوخت و ساز بدن رو تنظیم میکنه. شماره هفتم، تخم مرغ روحیه شما رو بهبود میبخشه که میتونه به کاهش وزن کمک کنه. کلین موجود در تخم مرغ باعث بهبود خلق و خوی مثبت میشه. کلین باعث تولید سلول هایی میشه که با حافظه، کنترل خلق و خو، عملکرد عضلات مرتبط هستند. داشتن اختلالات خلقی و اضطراب و افسردگی باعث اضافه وزن و یک متابولیسم ناسالم میشه. شماره هشتم، منبع تامین انرژی قبل و بعد از ورزش. تخم مرغ منبع خوبی برای سوختگیری بعد از ورزشه، چون یک منبع پروتئین بدون چربیه که برای کمک به ترمیم و بازسازی عضلات بعد از تمرین مهمه. اگر در طول زمان تمرین پروتئین کافی مصرف نکنید، عضلات شما آسیب می‌بینند.
شماره 9 تقویت متابولیسم به توسط تخم مرغ. یک تخم مرغ حاوی 6 نوع آمینو اسیده. این اسیدهای آمینه نقش مهمی در متابولیسم انرژی دارند. این آمینو اسیدها به قدری مهم هستند که نمیتونیم بدون اونها زندگی کنیم. اونها باعث پردازش پروتئین و تبدیلشون به انرژی میشن. افزایش و کاهش وزن یک فرایند متابولیکه که به حضور این اسیدهای آمینه وابسته است. شماره 10 تخم مرغ جزء غذاهای کم کالریه. یک تخم مرغ بزرگ 74 کالری داره. اگر در رژیم غذایی و کاهش کالری هستید تا لاغر بشین، استفاده از تخم مرغ یک راه عالیه تا بتونید مواد مغذی و حیاتی رو در طول دوره رژیم به دست بیارید و دچار کمبود نشید. تخم مرغ در کل حاوی حدود 6 گرم پروتئین و چربی و ویتامین‌های مورد نیاز بدنه. پس میتونه به شما کمک کنه تا در طولانی مدت احساس سیری کامل داشته باشین و به سراغ کالری‌های اضافه تر نرید. شماره 11 تخم مرغ هم پروتئین و هم چربی رو در کنار هم داره که این موضوع بسیار مهمه. متخصصان رژیم غذایی میگن برای اینکه بتونید خودتون رو تا حد امکان سیر نگه دارید، باید در غذاهای خودتون چربی‌های سالم و پروتئین رو ترکیب کنید. تخم مرغ منبع چربی و پروتئینه و هر دوی این مواد مغذی به سیری کمک می‌کنن. پروتئین در طولانی مدت در بدن ما تجزیه میشه، اما چربی باعث تأخیر در تخلیه معده میشه. بنابراین ترکیب این دو ماده به ما کمک میکنه در طولانی مدت پر باشیم و هرگز به دنبال تنقلات بیشتر برای سیر کردن خودمون نریم. شماره 12 تخم مرغ منبع غنی از آنتی اکسیدان هاست. آنتی اکسیدان هایی مانند لوتئین و زاکسانتین در سرده تخم مرغ وجود دارن. مطالعات نشون میده که این دو کاروتنوئید در شبکه چشم ما جمع میشن و باعث عملکرد مناسب چشمی میشن. آنتی اکسیدان ها به طور مستقیم باعث کاهش وزن نمیشن، اما از تمام سلول های بدن شما در برابر صدمات مواد شیمیایی مضر به نام رادیکال های آزاد محافظت میکنن و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و سرطان رو هم کاهش میدن. غذاهایی مانند بلوبری، توت فرنگی، گوجه فرنگی، کلم بروکلی هم منابع غنی آنتی اکسیدان هستند که در کنار تخم مرغ میتونه وزن سالم شما رو مدیریت کنه. شماره 13 تخم مرغ قند نداره. برخلاف سایر صبحانه ها مانند انواع نان توست، گرانول و حتی ماست با غلات، تخم مرغ تقریبا فاقد قنده. قند مقصر اصلی افزایش چربی و وزنه و همینطور باعث فشار خون بالا و دیابت هم میشه. سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده هم بزرگسالان و هم کودکان بیش از 25 گرم مواد قندی رو در طول روز مصرف نکنن. بنابراین گنجاندن تخم مرغ در بیشتر وعده های غذایی ایده خوبیه. شماره 14 تخم مرغ قند خون رو ثابت نگه می‌داره. از اونجایی که تخم مرغ کربوهیدرات نیست، میتونه باعث بشه به طور طبیعی سطح گلوکوز به ویژه در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ثابت بمونه و این اتفاق باعث میشه بعد از خوردن غذا احساس رضایت و سیری بلند مدت داشته باشید. خوردن کربوهیدرات باعث میشه قند خون سقوط کنه و به طور بالقوه میل بیشتری به خوردن مواد غذایی پیدا کنید. تخم مرغ از نظر شاخص قند خون کمه و یک انتخاب عالی برای رژیم‌های غذایی کم کربوهیدراته. بر اساس مطالعه‌ای از طرف ژورنال بین‌المللی چاقی، افرادی که صبحانه خودشون رو با تخم مرغ شروع می‌کنن در مقایسه با افرادی که به طور مداوم شیرینی مصرف می‌کردن، اندازه دور کمر اونها 34% و چربی کل بدن اونها 16% کاهش پیدا کرد. شماره 15 تخم مرغ یکی از متنوع‌ترین غذاهاست. یکی از خوبی‌های تخم مرغ اینه که به راحتی میتونید اون رو به عنوان وعده صبحانه یا همراه نهار یا شام میل کنید. اونها راحت به انواع سالاد و ساندویچ‌ها اضافه میشن. اگر در انواع رژیم‌های غذایی برای کاهش وزن از جمله رژیم‌های بدون گلوتن، رژیم کم کربوهیدرات و رژیم کتو هستید، تخم مرغ میتونه انتخاب خوبی برای وعده‌های غذایی شما باشه. شماره 16 اونها زیاد گران نیستن. اگر بر طبق توصیه متخصصان رژیم غذایی روزانه از 2 تا 3 تخم مرغ استفاده کنید، میتونید با هزینه بسیار مناسب وعده غذایی رو به دست بیارید که پر از پروتئین بالا و املاح فراوانه. ارزان بودن تخم مرغ نسبت به دیگر غذاها اون رو به یک انتخاب مناسب برای رژیم‌های کاهش وزن تبدیل کرده. شماره 17 تخم مرغ برای کبد ضروری و لازمه.
اگر صبحانه رو با تخم مرغ شروع کنید، هیچ وقت دچار خماری نمیشید، چون کلین ماده مغذی و فوق‌العاده‌ای در تخم مرغه که باعث میشه سلول‌های کبدی بتونن دوباره راه‌اندازی بشن. متخصصان دیابت معتقد هستند که بدون ماده کلین، متابولیسم کبد ناسالم خواهد بود. شماره 18 هم. تخم مرغ باعث بالا رفتن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته مغزی نخواهد شد. از زمان‌های قدیم شنیدیم که تخم مرغ سطح کلسترول بالایی داره و برای سلامتی قلب شما مضره. شواهد زیادی نشون میده که این جمله نادرسته و اگر تخم مرغ در کنار یک رژیم غذایی سالم مصرف بشه، چنین خطراتی رو نداره. اگر این ماده غذایی در تعداد بسیار بسیار بالا استفاده بشه، میتونه در سطح چربی خون تغییراتی ایجاد کنه. مصرف یک یا دو تخم مرغ نمیتونه بر روی سطح کلسترول خون یا عوامل خطرسای بیماری قلبی تاثیر منفی بذاره. در حقیقت امگا 3 موجود در تخم مرغ‌های غنی شده میتونه باعث پایین اومدن سطح تریگلیسیرید هم بشه. شما میتونید همراه با تخم مرغ از سبزیجات بیشتری هم استفاده کنید. برای مثال یک املت درست کنید که پر از سبزیجات باشه و به این شکل کمک زیادی به سلامتی و کاهش وزن خودتون بکنید. دوستان عزیزم، سپاس از اینکه در این برنامه هم همراه من بودید. عطار به کانال تماماً از مقالات معتبر علمی تهیه و ساخته میشه تا همه ما بتونیم بیشترین سود رو از اونها ببریم. به امید یک زندگی سالم و پر از انرژی، شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم.